خب سلام به همگی، بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس فیزیک برق شاگرد عزیز در درس 11 هم هستیم که به خیر رسیدیم. خلاصه فرمولاس شاگرد عزیز، خلاصه فرمولاس در ما جنبندی به خاطر میکنیم تا اینجا که گدوات نشم. قوه برقی اولین فرمولی که خوانده بودیم که F مساوی به K ضرب Q1 ضرب Q2 تقسیم دی مربع، فرمول اول بود شاگرد عزیز. مشکل در منظم نشتش کنم. Q1 ضرب Q2 تقسیم دی مربع، قانون کولم که گدوات نسازی انشالله. فرمول اولی که ما در برق خواندیم امیست. فرمول دوم شاگردای نهایت عزیز، برای شدت ساحه خواندیم. برای شدت ساحه این مسایب F بر کیوس، یک فرمول ای است، یک فرمول هم این مسایب به که ضرب کیوی بر دی مربع و یک فرمول هم وی مسایب. یعنی این فرمولا رو که من نوشتم میکنم از این خارج، از این سوال در فرم نمیاد. شدت ساحه برقی گپ من انشاءالله فهمیده. با شدت ساحه برقی باشا، یک فرمول از F بر کیو، یک فرمول از K ضرب کیوی بر دی مربع، یک فرمول از E مسای بر V بر دی. زمانی که در کنکور سوال میاد به شما از شدت ساحه برقی، اینمی سه فرمول یادتان باشه. سوال کنکور از این سه دانه حتمی حل میشه. درست است انشالله. فرموله که مسئله دوم بود براتان تشریح کردم. شدت ساحه سه تا فرمول شد. دیگه مسئله شدت ساحه فرمول داره در کل یک مربع جمع ای دو مربع مثبت دو چند یک ضرب ای دو ضرب کوساین تیتا تحت چی جذر. درست است انشالله. پس اینا لیجا باز حالاتای خاص داشت که این مسئله میشد به یک جمع ای دو. درست است انشالله. چه وقتی گفت بود شاگرد عزیز تا ها موازی هم جهت باشن صفر، اگر این مسئله شد به یک منفی ای دو موازی مخالف جهت باشن تیتا یک صد چند 80 درجه. اگر این مسئله بود به یک مربع جمع چند ای دو مربع تحت جذر تیتا چند درجه عمود باشه ساحه ها 90 درجه. گپ دوم یک دیجه خواندیم امی بود مسئله ساحه های برقی فرمول عمومی آلات خاص. این را براتون شروده ما گفتم خیلی منظم جنبندی شده که گدوات نسازیم. گپ مهم بعدی که در اینجا میخواییم بگویم تفاوت پوتنشل برقی. با تفاوت پوتنشل برقی که در کنکور سوال میاد فرمولا رو یاد میگیریم. تفاوت پوتنشل برقی یک فرمولش امیشه شاگرده عزیزه. یک فرمول، فرمول دوم با تفاوت پتانسیل برقی وی مساوی میشه K ضرب کیوی بر دی. زمانی که در کنکور تفاوت پتانسیل برقی رو میشناسید این فرمول همیشه یادتون باشه. دیگه فرمول وی مساوی میشه به W بر کیو. اینجا وی تفاوت پتانسیل برقی و W انرژی پتانسیل یا یو بر کیو میشه برش بگویم. کلمه تفاوت پتانسیل که در کنکور میشنوی و سوال میاد یک فرمول، دو فرمول و هم سه فرمول. بعدن فرمولای دیگه هم وجود داره. مثلا در قانون اوم وی مساوی به آر ضرب آی میشه کو گپ جداست. تا اینجا که درس خوندیم همین سه فرمول کفایت میکنه. ایران براتون گفتم. پنجم شما متوجه به شاگردای نهایت عزیز، برای کار قوه برقی زمانی که میشنوی این فرمولا رو شاگردای نهایت محترم یاد داشته باشه. یکی دبلیو مساوی به وی ضرب کیو. درست است. یکی دبلیو مساوی به ای ضرب کیو ضرب دی. درست است. دیگه دبلیو مساوی به تغییرات انرژی پتانسیل براتون گفته بودم. دلتا یو که سه گپ داشته، یو دو بزرگ از یو یک باشه، کار انجام شده چی بود شاگردای عزیز؟ مثبت یو دو کوچکتر از یو یک باشد، کار انجام شده چی بود؟ منفی. و ایران براتون گفتم که یو دو اگر مساوی به یو یک باشم، یعنی چارچیت من تغییر مکان نکنم، کار انجام شده یالت صفر. خواندم نه انشالله. ایران براتون گفتم جنبندی خیلی ارزشمند است. ایران براتون گفتم. سوال ششم، اپسیلون یا ای ام اف قوه محرکه برقی. قوه محرکه برقی را شما شاگردای عزیز در کنکور وقتی که میبینید نی فرمولا را برش یاد بگیرید. یکی W بر Q. درست است انشالله. یکی X جمع Y است انشالله. میفهمید بخش برق خوانده. یکی میشه که EMF مساوی میشه به پتانسیل استاندارد انود منفی پتانسیل استاندارد کاتود. صحیح شد.
ايه بوتنشال استاندرد انود منفی بوتنشال استاندرد کاتود. ای سه رابطه شد، فقط اکس و وای جناب است. اکس ولتاژ انجام های بدری، انجام های بدری میره خانده در برق. وای ولتاژ سقوط کرده، ولتاژ سقوط کرده. فهمیده شد انشالله در مسئله EMF این همه قدر گفت باید شما یاد داشته باشه. یک مسئله دوام میشه که بگیم به EMF مسئله میشه به پوتنشیل اعظمی انود جمع پوتنشیل اعظمی کتود. یک بار منفی میشه، یک بار منفی شاگرد این منحیت عزیز، یک بار مثبت. دلیلش این است که هر دوش یکیست، چون در انود عمل اکسیدیشن صورت میگیره مثبت میگیره، در کتود عمل ارجاع صورت میگیره منفی میگیره. این مثبت اکثر منفی کنی پس همین میشه. زمانی که کلمه EMF برقی یا قوه محرکه برقی، قوه محرکه برقی شنیده میشه، این گپ یادتان باشه درست است انشاءالله. قوه محرکه برقی حیثیت یک واتر پمپ داره. مثل گفتیم یک جای آب وجود داشته باشه، اونمو در قطع برق است. اما این آب انتقال که میده، عاملی که انتقال میده، عاملی که سبب انتقال این مقدار برق چارج برقی میشه عبارت است قوه محرکه برقی یا EMF شد. شاگردای نهایت عزیز که براتون گفتم یک سوال کنم اینجا علاوه شد، اگر ولتاژ انجام میدید 40 ولت و ولتاژ 5 ولت در مقاومت داخلی خود کرده باشه جمعش میکنید 45 ولت میشه. بس بعدی انشاءالله در لکچر بعدی یک جنبندی خیلی خوبش براتون کردم. در بس بعدی ما شما انشاءالله در مورد خازن یا کاندنسر بس میکنیم. تشکر.